فردا چهارشنبه 16 آذر سالروز شهادت سه شهید اهورایی جنبش دانشجویی است. روزی که نزدیک به نیم قرن است روز دانشجو نام گرفته. در همین ارتباط گفتگوی انجام دادیم با امیر معماریان، فعال سابق دانشجویی از آلمان. آقای معماریان، نزدیک 16 آذر هستیم، فضای این روزهای دانشگاه ها رو در کشور چگونه ارزیابی میکنید؟ به مسابقه هر ساله تقریبا از سال 1332 آذر همیشه متبلور کننده شورها، احساسات و البته تمام عقلانیت‌های دانشجویی این جنبش همیشه بیدار و همیشه دیکتاتور ستیز بوده و امسال هم مستثنا نیست. بیانیه‌هایی که از طرف دانشگاه‌ها ساطع میشه، بیانیه‌ای که دفتر تحکیم حتی از درون زندان‌ها اومده، اینها همه و همه نشانگر اینه که باز هم مثل هر سال دانشگاه با هیجان خاصی، البته متفاوت با چند سال قبل، به استقبال آذر میره. به بیانیه دفتر تحکیم وحدت اشاره کردید، اگر بخواید سرفصل‌های این بیانیه رو ذکر کنید به چه نکاتی میتونید اشاره کنید؟ بیانیه دفتر تحکیم ابتدا با برشمردن دغدغه‌های روز جامعه، دغدغه هایی که بعد از کودتای سال 88 فزونی گرفته و شکنجه، حبس، شلاق زدن فعالین دانشجویی و حتی اعدام ها، همه و همه از افزایش فشار حاکمیتی که کاملا و از دست دادن چهره مشروع خودش و اساسا حاکمیتی که پایه های حکومت خودش رو هر روز سست‌تر از دیروز می‌بینه، چاره‌ای جز این نداره که فشار رو بر فعالین سیاسی، بر اکرامی که درد مردم رو دارن و البته جنبش دانشجویی، جنبشی که بازوی قدرتمند وجدان بیدار جامعه افزایش داده. در این بین دفتر تحکیم در بیانیه خودش با تصریح این موضوع که این زندان‌ها احکام طویل المدت برای فعالین دانشجویی از جمله بهار هدایت، مجید توکلی، مجید دوری، زیان ابدی، سایر فعالین دانشجویی که احکام طویل المدت گرفتن، اهم جنبش دانشجویی در ظلم ستیزی و عدالت خواهی چیزی نخواهد کاست. آیا جنبش دانشجویی تغییری در رویکردهای خودش هم در آینده خواهد داشت؟ از اونجایی که جنبش دانشجویی اساره برآیند فکری و نخبگی جامعه و میبایست در چنین شرایطی به جبهه عدالت خواهی و دموکراسی خواهی کشور کمک کنه، ضروری است که تغییر رویکردی در اعتراضات خودش داشته باشه. از این بابت که با فشار بسیار سنگین حاکمیت برای جلوگیری از تشکیل هر نوع گروه، هر نوع نشست سیاسی، باید فعالیت‌های دانشجویی به طرف مسائل صنفی دانشگاه با نگاه داشتن اصل اعتراض و با تشکیل گروه‌های ادبی، گروه‌های فرهنگی، با ترتیب دادن اردوهای علمی، اصل همبستگی رو برای پیروزی‌های محتمل، برای بزنگاه‌های تاریخی حفظ کنه. و از این رو دفتر تحکیم وحدت هم در این بیانیه تصریح کرده که برنامه‌هایی در این باره خواهد داشت، سیاست‌هایی رو در این باره پیش خواهد برد. موضوع بعدی موضوع خروج تقریبا کثیری از فعالین با تجربه دانشجویی از کشوره. دفتر تحکیم وحدت تو بیانیه خودش تصریح میکنه که فعالین دانشجویی خارج از کشور میبایست با برقراری یک ارتباط درست با اصل استقلال عمل فعالین دانشجویی خارج داخل کشور، تجربیات خودش رو در اختیار اونا قرار بده و اساساً تعریف جدیدی از دانشجویان خارج و داخل ایران ارائه بشه. دفتر تحکیم وحدت بیانیه خودش رو با این فراز به پایان میبره که دانشگاه فریادگر آزادی، ندای آزادی خواهی رو پرشورتر از همیشه بر فراز تمامی مستبدین این دیار فریاد خواهد زد.